الهی به انتظار رحمتت نشسته ایم. بدهی کریمی، ندهی حکیمی. بخوانی شاکرم، برانی صابرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه شما بیننده های عزیز، هموطنای گلم و هر کدام از شما عزیزانی که بیننده برنامه هستین. سلام های گرم ما را امروز از برنامه روشنا پذیرا باشین که تقدیم نگاه های پر از مهر و محبت و پر از صفا و صمیمیت شما عزیزان میشم. خدا کنه که جور و سردمند باشین و امروز هم بیننده برنامه روشنا. امیدوار هستم که روزتان پر از عطر خدا باشه و دلها و قلبهایتان هم امید و توکل به خدای بزرگ و مهربان داشته باشه. عزیزان بیننده، خوش آمدین به برنامه خودتان. امروز هم روز پنجشنبه هست و ما همراه شما عزیزان هستیم و در رابطه با موضوع بسیار پر اهمیت همراه شما میخواییم که گفتگو و صحبت کنیم. اما ای که بله، شاید این شعر زیاد شنیده باشید که میگن زندگی زیباست ای زیبا پسند، زیبا اندیشان به زیبایی رسند. چقدر این شعر زیبا و پرمعناست. بله، اگر ما مثبت اندیش باشیم، اگر خوبی ها را ببینیم، مطمئن باشیم که تمام سختی ها، مصائب و مشکلات برای ما حل میشن. سختی ها و مشکلات و مصائب که همیشه در زندگی ما و شما هست. زندگی ها پر از فراز و نشیب هست، پر از مصائب و سختی ها هست. اما مهم نیست که ما چه قسم اونها را ببینیم. اگر به صورت مثبت اونها را ببینیم، اگر به زیبایی اونها را ببینیم، مطمئن باشین که پی میبرین به این موضوع که همه سختی ها و مشکلات میتونه آزمایش باشه برای ما و شما. میتونه تمام آنها کفاره گناهانی باشه برای ما و شما. اما در ادامه مباحث میپرسیم ببینیم که خواهر خوما خانم دکتر فتحی چه صحبت هایی برای ما و شما عزیزان داره. خانم فتحی سلام، خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. ممنونم. همونطور که شما فرمودید، بله، زندگی زیباست. بله. باید نوع دید ما را تغییر بدیم، ببینیم که از این فرصت هایی که بر ما پیش آمده بله. چگونه استفاده کنیم. دقیقاً. این زیبا اندیشی چقدر کارا میکنه در زندگی ما. بله. ما در جلسه قبل اگر خاطر عزیزان باشد گفتیم که نگاه بکنیم که چه مسائل موجب میشه که مشکلات یا مصائب در زندگی ما بله. پیش بیاید و ما اگر مطالعات ما را گسترش بدیم زود قضاوت نمیکنیم و خدای نکرده برخی به این مبتلا نمیشیم، به این دوچار نمیشیم که ساحت مقدس الهی را متهم بکنیم بله، و زیر بله. سوال بریم که این مشکلات و بیا مسائل ازش گله کنیم، شکایت بله. کنیم. درست. اینها به وجود آمده و پرداختیم به این که مسائب به دو صورت است، مشکلات به دو صورت است. برخی موقع است که انسان هیچ دخیل نیست در اون، مثل مرگ میر که در طبیعت ما انسان ها بله. در جهان هستین هفته است. درست. و گریز از او نیست. باید ما خود ما را برای چنین روزهای آماده کنیم. بله. اما برخی از مشکلات است که به دست ما انسان هاست، یعنی خود ما خلق بله، میکنیم. بله، ما خود ما کار میکنیم که مشکلات بر ما به وجود میه. پس در اینجاست که ما باید یاد بگیریم که اولا مشکل را ایجاد نکنیم. درست. و اگر ایجاد شد، عمل کرد ما، رفتار ما نسبت به این مشکلات به چه صورت باشه بله. که زندگی را بتانیم براحتی مدیریت کنیم، مدیریت کنترل کنیم و درست. زندگی کنیم. خب به شرط از اینکه اون متوجه از این باشه که این مشکل خودم ایجاد کردیم. این دقیقا این موضوع را پی ببرایی که من این موضوع را، این مشکل خودم. گاهی وقتا بعضی انسان ها اصلا قبول نمیکنن این گفه که این مشکل خودش ایجاد کرده. بله. به می خاطر گفتیم که باید اولا طرف خود ما متوجه باشیم. بله. و سریع نریم دیگران را یا ساحت مقدس الهی را زیر سوال ببریم که به وجود آورنده این مشکلات و این مصائب دیگری هست.
پس ما به خود ما نگاه بکنیم. خب به عنوان یک انسان متدین همیشه ما قرآن میخوانیم و در آیات قرآن، در برخی از این آیات نگاه میکنیم که خداوند متعال میفرماید که هیچ کار در این دنیا انجام نمیشود مگر به اذن اراده من. پس اینجا بر من مسلمان، بر من انسانی که با قرآن مأنوس هستم سوال پیش میاد که پس چطور میشه که میگن که مشکلات از جانب انسان است در حالی که هیچ برگی از درخت بدون اذن خداوند کنده نمیشه؟ بله. خب مثلا به عنوان مثال در سوره تغابن آیه 11 خداوند به همین مسئله میپردازد که بسم الله الرحمن الرحیم، ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. و اینجاست که بر ما همین سوال ایجاد میشه. بله، خداوند بله. متعال پس نقش داره، اراده داره، مگر خداوند مهربان نیست؟ مگر خداوند راضی است به مشکلات ما؟ درست. مگر ما انسان ها اختیار نداریم؟ خب این سوال ها بر ما پیش میاد. بله. خب بهتر است که ما انسان ها وقت قرآن میخوانیم همه آیات را در نظر بگیریم. خب در جلسه قبل گفتیم که بله، برخی از مشکلات است که ما انسان ها در اون نقش نداریم. بله بله. اصول و قانون طبیعتی را اقتضا میکنه که این مشکل یا مصیبت بر ما ایجاد شد. بله. خب ما میخواییم این سوال پاسخ بدیم که درست است که هیچ کار، همونطور که شما فرمودین، برگ درخت بدون اذن الهی نمیریزد، کنده نمیشود. اما ایره باید بدانیم که در جهان طبیعت خداوند بر اساس اسباب، علتها و سببات رفتار میکنه. خب حقیقت این است که اذن خدا هست، درست است، اما من انسان هم در اون کار اختیار دارم. درست. و ابزار خداوند در اختیار من به عنوان عقل و تعقل قرار داده. بله. حالا به عنوان یک مثال، خداوند این دست را بر ما داده است، درست است؟ بله. اما نوع استفاده او را به خود ما، اختیارش دست خود ماست، قرار داده که چگونه از او استفاده کنم. پس ملاحظه میکنیم که ما انکار نمیکنیم اراده الهی را. بله. قطعا اراده الهی نقش دارد. باز یک مثال دیگه عرض کنم که این علتها و سببها را خوب بفهمیم. شما یک دانه را فرض کنین که این دانه در چه موقعیت رشد میکنه. خب بله. مثلا جایی که مرطوب باشه، جایی یک شرایط خاص کار داره. بله. آفتاب باشه مثلا، خاک مناسب باشه. بله. بله. خب اگر ما بگویم که من این اصول رعایت نمی کنم، این بذر، این دانه را در یک جای خشک بکارم، به نظر شما این ثمر خواهد داد؟ رشد خواهد کرد؟ مسلم است که نه دیگه. خب بس. یا اینکه مثلا بگویم خب من این دانه را میکارم دیگه، اون مسپارمش به خدای بزرگ دیگه. نه، باید شرایطش هم در نظر بگیر. خب میگم تو نمیشه بگوی آدم نه که مثلا میگم من این را میکارم در هر جای نامناسب، در هر رقم جای دیگه، هر رقم که شد شد دیگه، به خدا مسپارمش. در حالی که نه خاک مناسب داره، نه جای مناسب داره، هیچ گپی نمیشه. بله. پس ما باید شرایط را هم در نظر بگیریم. اگه بگیم که اراده خداوند دخیل هست، اراده خداوند در این کار موجب می شود که این کار صورت بگیرد، خب باید شرایط را هم در نظر بگیریم. درست است که اراده الهی نقش داره. همین بذر شما مثال ما زدیم در زندگی ما بیاریم. درست. خب خداوند گفته در زندگیتان این گونه رفتار بکنید. بله. و خب اون هم پشتیبانی میکنند. اما ما برخلاف اون چیزی که اصول این جهان است، قانون این جهان است، قانون درست. دین ماست، رفتار بکنیم بعد به مشکلات میخوریم، مشکلات برخواهیم خورد. من انسان را خداوند گفته هم به روحت برس تغذیه کنون را، هم به جسمت. و ما ایره نادیده بگیرم و بعد اگر دوچار مشکل شدم بگویم که خدا خواسته است. دقیقا. و اینجا اراده خداوند نقش داره. واقعا غافل هستن انسان ها در این موضوع، بسیار در غفلت هستن، بسیار از کارهای انجام میتن یا
رفتارهای را نادیده میگیرن، دستورات یا حکمهای احکامهای هستن که اونا را نادیده میگیرن، بعد به یک سری از سختی ها و مشکلات که میرسن میگن نه، این زندگی ماست، ما کل زندگی ما را قسم تیر شد. بله. آدم بد شانس، آدم بد بخت، نمیفهم هزار تا گپ دیگه. بله، پس ما به همین جهت در اون جلسه عرض کردیم که مشکلات به دو گونه هست، مصائب به دو گونه هست. بله. ما قسمت اول را کنار بگذاریم و قسمت دوم که مربوط به خود ماست و ما باعث به وجود آورنده اون هستیم نگاه بکنیم. بله. پس درست است که اذن و اراده الهی در همه کارها دخیل است. بله. اما من انسان از اون اختیارم، از اون ابزاری که خداوند بر من داده است چگونه استفاده کردم؟ این به صورت نادرست یا درست؟ بله. یعنی اراده بشن. خداوند، اراده انسان‌ها در گرو اراده خداوند است. بله. میتونیم یه گپ بگوییم؟ بله بله. مثلا میگیم که حالا این اصطلاحات از این که مثلا اراده ما در طول اراده خداوند است. بله بله. یعنی ما هم میخواییم و خداوند هم میخواید. چون بالاخره اون نیرو را مثلا اراده را خداوند به ما داده است، خداوند متعال داده. بله. اما نوع استفادهش به دست من انسان است که چگونه که چه قسم استفاده کنم. پس اگر آیه در قرآن است که میگه هیچ کار بدون اذن الهی انجام نمی شود، آیه بعد میگوید که بسم الله الرحمن الرحیم ما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدیهم. میگه هر مصیبت که هست از جانب خودتان است، بر اساس اون عملی که هست که ما انجام میدیم. پس ببینیم که اراده من انسان هم نقش داره. بله. و نمیتونیم که اگر مصیبت مشکل امروز بر ما با وجود آمده سریعا بگیم که دیگری مقصر است و ما نقش نداریم. دقیقا، چون به هر حال ما صاحب عقل و اختیار هستیم. بله. پس ساحت مقدس الهی در امور زندگی ما دخیل هست. بله. اما خداوند هیچ وقت راضی نیست که به بندش مشکل برسه. بله. ارحم الراحمین. بله. و این من انسان هستم که کار میکنم که زندگی ما به مشکل برمیخورم. درست. خب باز خداوند میفرماید که فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اینه همیشه میگه من ستم نمی کنم. بله. گفتیم یالا خداوند راضی است به این مشکل. خیر، خداوند متعال به مشکلی که بر ما به وجود آمده راضی نیست. بله. بلکه این انسان ها هست که یا نسبت به خودش و یا نسبت به دیگری ظلم میکنه. خب مشکل ایجاد میکنه. بله. وقتی ظلم کرد خب مشکل به وجود میاد. حالا یک وقت است که این مشکل از جانب من است، یعنی کار میکنم که زندگی من به خطر بفته. اما یک وقت است که یک بخشی از مردم کار میکنن که شاید به نفع خودشان باشد. بله. اما متاسفانه به دیگرا صدمه، میرسانن و آسیب هایی است که جبران نمیشه و اینجاست که زندگی ما با مشکلات بسیار فراوان روبرو میشه متاسفانه. خب ما به همین قسمت میخواییم بپردازیم که مشکلات بر اساس عمل من انسان است. درست. و ببینیم که چگونه باید رفتار بکنیم. امام علی علیه السلام میفرمایند که این هر مصیبت و هر گرفتاری که برای انسان میرسه بر اساس گناه اوست. بله. یا در نهج البلاغه میفرمایند که اگر ملت، حالا شما این ملت رو میتونید تفسیر بکنید به یک شخص. حالا تفسیر است. درست. هرچند که امام علی ملت رو گفته است. میتونید برای قوم تفسیر بکنید. میگه از آغوش ناز و نعمت گرفته نمیشود مگر به خاطر گناهانه خودشان. چقدر جالب. و خداوند متعال هیچ وقت به بندگان خودش ستم نمیکنه، ظلم نمیکنه، ستم نمیکنه. پس اون گپ قضیه آزمایش الهی و ای که کفاره گناهان هست، اینا برمیگرده به همون مصائب و سختی هایی که به صورت غیر طبیعی وجود داره، یعنی به صورت طبیعی در زندگی وجود داره. درست؟
اینو خواهیم پرداخت که خب خب در اگر ما انسان ها دخیل نباشیم آه دیگه به این بله چیز بله به چه بعضی از صورت چیزها هست که هست. واقعا بله انسانها دخیل نیستن. بله اینها را در جلسات خب بعدی خواهیم پرداخت. پس درست سوال خواهد شد که من هیچ نقش نداشتم در بله این بله مشکلی که مثلا امروز به وجود دیگران آمده، مثلا مقصر دیگران بودن یا مقصر طبیعت بودن. در بله این درست. به چه صورت خواهد بود؟ ما در این جلسه میخواهیم این را بیان کنیم که اراده الهی نقش دارد، ببینیم در کجا تا چه حد، تا چه حده و اراده انسان در چه بله حد اراده است. انسان بله هم به همین صورت است. حالا یک وقت است که این اراده من شخصی است، مشکل برای خودم به وجود میارم، بله و یک وقت است که نه جمعی است و یک عده کثیر از ما انسان ها درگیر می شویم و بله اراده ها نقش دارد. پس متوجه این امر باشیم که اگر خداوند متعال اختیار به ما انسان ها داده است، این اختیار چیزی است که موجب ترقی ماست، موجب این است که ما به تکامل برسیم. یعنی او اختیاری که خداوند بله داده به ما، بله اختیار اما در تصمیم گیری دیگه. بله بله اما ما انسان ها متاسفانه از این اختیار ما سوء استفاده می کنیم، بله و وقت سوء استفاده کردیم موجب مشکلات خواهیم شد که هم برای خود هم برای بله دیگران. هم برای دیگران. خب حالا اگر سوال بشه که مشکل به وجود آمد و خب چه کار بکنیم چه باید بکنیم؟ اینجا؟ خب بعد یک میان برنامه بیایم به این موضوع بپردازیم بله که خب حال سختی ها و مشکلات آمده و انسان هم در او دخیل بوده و این سختی ها و مشکلات هم برای خودش است و هم برای افراد جامعهش است. حال چه باید بکنیم؟ بعد از یک میان برنامه حتما همراه ما باشین که به این موضوع بسیار مهم میخواییم که بپردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا من آغاز میکنم ستایش را به حمد تو و به نعمت و احسانت راه حق و صواب را میجویم و یقین دارم که تو مهربانترین مهربانانی در هنگام عفو و بخشش و سخت ترین منتقمی در جایگاه عقاب و انتقام، و تو بزرگترین جبارانی در جایگاه بزرگی و کبریایی. بار خدایا تو به ما اجازه دادی که به درگاهت دعا کنیم و حاجت طلبیم، پس ای خدای شنوا سپاس مرا بپذیر و دعایم را اجابت فرما و از لغزشم و کرمت درگذر، که چه بسیار تو غصه و اندوه ها را برطرف کرده ای و هم و غم ها را زائل ساخته ای و لغزش ها بخشیده ای و رحمت ها منتشر بر خلق نموده ای و زنجیرهای بلا را در هم گسسته ای. سپاس و ستایش خدایی را که جفت و فرزندی نگرفته و او را در ملک وجود شریکی نیست و قدرت کاملش بی نیاز از یار و مددکار است و بزرگترین تکبر را سزاوار است. ستایش خدا را به جمیع اوصاف کمالیش بر تمام نعمتهای بیشمارش. ستایش خدای را که در ملکش هیچ مخالفی ندارد و در امر و فرمانش خصمی کشمکش نتواند. ستایش خدا را که در آفرینش او شریک نباشد و در بزرگی و بزرگواری او را مانند نیست. سپاس و ستایش خدایی راست که امرش در خلق نافذ
و اوصافش آشکار و مجد و بزرگواریش و لطفش پدیدار است و دست عنایتش و جود و بخشش بر خلق گشاده و باز است. بله عزیزان، قبل از اینکه میان برنامه را ببینن، ما گفتیم که بله سختی ها و مشکلات در زندگی ها هست، چه ای که خود یک انسان برای خودش خلق کرده باشه یا برای محیط و جامعه خودش خلق کرده باشه. اما مهمی است که چه باید بکنیم، چه رایل هایی را باید در نظر بگیریم تا ای که بتانیم این سختی ها و مشکلات را به خوبی رفع کنیم و یک شرایط بسیار خوبی را هم برای خود، خانواده و جامعه ایجاد کنیم. خب میشنویم ببینیم که خواهر خوم و خانم فتحی چه صحبت هایی در این زمینه دارن. خانم فتحی عزیز، چه باید بکنیم؟ بله، در قرآن یک آیه وجود دارد که یک قانون کلی، قانون حقیقتا حرکت آفرین بر ما هست و این در جامعه شناسی، جامعه شناسان مسلمان روی بحث کردند که بهترین قانون است. و اون آیه این است که خداوند متعال می فرماید که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خداوند هیچ میگه تغییر من در قوم نمیدهم مگر که خود اونها خودشان تصمیم بگیرند که تغییر بکنن. این موضوع در جامعه کشور ما بسیار میتونه مهم باشه، نیست خانم فتحی؟ برسن کشور ما رو ببینید چقدر در سختی ها و مشکلات هست. حالا شاید خود انسان ها مثلا دخیل نباشن، خود کسایی که در اوجه هستیم شاید ما هر کدام دخالت نداشته باشیم در او امر، ولی محیط و افراد کسای دیگه هستن که دخالت دارن در ای که سختی و مصائب و مشکلات ببینن. بله، به همین نسبت عرض کردیم که ببینیم خود ما یا دیگران چه کار کردن که امروزه بر ما مشکلات وجود آمده. خب حالا ما از خانواده شروع میکنیم، بعد مثال به جامعه هم تعمیم میدیم. بله، اگر نوع نگاه ما در یک خانواده به این صورت باشه که من تغییر کنم و من باعث بشم که اون خانواده یک روی آرامش ببینه، به عنوان مثال بله، شاید یک شخص اخلاق خوب نداشته باشه. بله درست. خب این تغییر آیا نسبت به خودش باید شروع بکنه یا نسبت به دیگری؟ خب نسبت به خودش دیگه، نسبت به خودش. آده شما فرض کنین که یک خانواده است، خب همیشه خانواده به این صورت است که زن و مرد نقش دارن در تربیت و در همه امور اون خانواده. بله. خب اگر کار ما تقسیم بکنیم که 50% زن خانواده انجام بده، چی تربیت است، چی مسائل خانواده است در هر زمینه، 50% اون را مرد خانواده انجام بده. خب اگر کدام مشکل در این زندگی به وجود آمد، بهترین کار این است که من ببینم در اون 50% که سهم من بوده. بله بله، چقدر موفق، چقدر موفق بودم، چقدر به وظایف خودم انجام دادم، او را انجام دادم. حتی اگر طرف مقابل ما 10%, 20% کار خودش انجام بده، او زندگی زندگی موفق هست. مهم این است که من در ابتدا ای را سعی کنم که من چی نقص دارم، نقطه ضعف خودم را بشناسم که چرا امروز در زندگی من این مشکل به وجود آمده. هلی. مثلا برخی ها میگن که دیگران در زندگی ما دخالت میکنن و ما زندگی خوش نداریم. خب من ببینم چرا من قد آدم ضعیف هستم که میگذارم دیگران در زندگی من دخالت بکنن، چون یک حد و حدود نداریم، چون یک مدیریت صحیح نداریم. بله. پس این نقص برمیگرده اول به خودم که نقطه ضعف خودم بشناسم، بعد او رو برطرفش بکنم. بله. بعد اگر من این کار کردم، به مسئولیت های خودم رفتار کردم، نقاط ضعفی که داشتم را برطرف کردم، دیدم مشکل است، باز میتونم دیگری رو بگویم که خب شما مثلا کوتاهی کردین تا این زندگی به مشکل خورده است. خانم فتحی چه قسم پی ببره به مشکلات خودش؟
یعنی خودشناسی باید داشته باشن. انسان ما بسیار در مباحث دینی ما داریم که خودت اگر شناختی میدانی خدایت بشناسی. خب یعنی به همین خودش یک کار بسیار مهم است که یک انسان بتونه خودشناسی انجام بده. یعنی میخوایم بگویم که کار آسان نیست. نه زیرا یک واقعا سخت است که یک انسان بیشینه و تمام به هر حال مسائل های خود، اخلاقیات خودش، روحیات خودش پیش خودش در نظر بگیره و خودش بشناسه که من کی هستم، چه خصوصیت هایی دارم، چه ویژگی هایی دارم. قطعا همینطور. ولی خب راه درست سخت است ولی غیر امکان نیست، میتونه انجام شود. بله انسان خداوند برش عقل داده است، اختیار داده است، این همه امکاناتی که در اختیار ما هست میتونیم مطالعات خود ما را، سواد خود ما را بالا ببریم، وارد یک زندگی میشیم، زندگی را درست بتانیم مدیریت بکنیم. پس اگر این قانون است که اگر هر انسانی به سهم خودش اولا نگاه بکنه، اگر او کلن اون سهم خودش، اون وظیفه خودش را انجام داد، قطعا اون زندگی زندگی خوب خواهد بود. بعد میتونی به دیگری اعتراض بکنیم که اگر امروز این زندگی کم مثلا کاستی هایی درش هست، شما مقصر هستین و بیاین که با هم گفتگو کنیم این زندگی را، راه حل برش پیدا کنیم تا مشکل نداشته باشه. پس این میشه در یک خانواده تغییر از کجا شروع بشه؟ از خودش، از خود انسان باید شروع شه. خب برگردیم به جامعه ما. وقتی جامعه را نگاه میکنیم، جامعه تشکیل شده از همین فرد، فرد ما انسان ها. اگر به لحاظ تربیتی بگیم، خب اگر نقص میبینیم در جامعه که متاسفانه هست در اجتماع، بله برمیگرده به خانواده ها. پس این جامعه را ما تشکیل دادیم. دقیقا. خب شاید اینجا همون سوالی که شما قبلا فرمودین، خب من. ما نقش نداشته باشیم در برخی از مسائل که امروزه در جامعه ما به وجود آمده است. این انسان هایی هستند که قدرت دارن، امکانات دارن و امروزه بر ما ظلم کردن. بله. خب اینجا باز هم برمیگرده به ما که ما تصمیم بگیریم که تغییر از خود ما شروع بکنیم. درست. ما تصمیم بگیریم که ظلم پذیر نباشیم. نباشیم. و اگر آمدیم عامل بیرونی را همیشه گفتیم که خب ما شانس ما همینطور است. شانس ما، تقدیر ما اینطور است. مثلا اقبال ما مثلا ملت به این صورت است. انگار این آسمان و زمین دست به دست هم دادن که ما زندگی ما را مقسم باشه. همین رقم باشه. اگر ما انسان‌های معتقد که هستیم قطعاً به امور دینی ما، به مسائل دینی ما توجه بکنیم، می‌بینیم که این حرفا اصلاً پایه و اساس ندارد. بله. شانس، طالع، اقبال، اینها حرفایی است که بی‌مبناست. اون چیزی که مبنا داره، اون چیزی که اساس داره این است که ما از خود ما شروع بکنیم. تغییر از خود ما شروع بکنیم و خدای نکرده اگر ما سکوت بکنیم. درست. و این سکوت ما نشانه از این که دیگه ما همه ظلم ها را پذیرفتیم، ما همه سختی ها و مشکلات را پذیرفتیم و ما غرق سختی ها و مشکلات هستیم و یه دیگه راه چاره هم نداریم، دیگه زندگی ما همه طور میگذره، حالا چه در خانواده چه در جامعه. بس ما همیشه انسان ها، شاید حالا کلمه همیشه رو بکار نبریم، برخی از ما انسان ها این گونه هستیم که سریع خود ما را تبرئه می کنیم، خود ما را می گیم که نه این مشکل از من نیست، از عوامل بیرونی است. و اون عامل ها باعث شده است که ما این گونه باشیم. پذیرش این موضوع می تونه بسیار کمک کنه به ما. بله. بس نگاه می کنیم که آیات ما، سیره معصومین ما این را تأیید نمی کند که ما در ابتدای امر دیگران را متهم بکنیم. باییم خداوند خواسته است، دیگران خواستن که ما این گونه باشیم. درست. پس ما بیایم اول به خود ما نگاه بکنیم که ما چی کاستی هایی داشتیم، ما چی کار کردیم که بله. این گونه گرفتار شدیم. بله. یا چی باید بکنیم، چی باید بکنیم. اینجاست خوب است انسان به خودش متوجه باشه و یک دگرگونی در خودش ایجاد بکنه. یعنی همون انقلابو که میگن، یعنی دگرگونی. ما از امروز تصمیم بگیریم که انسان
خوب باشم در خانواده، اگر اخلاق دارم که دیگر از دست اون اخلاق من اذیت میشن، امروز من تصمیم میگیرم که ایره عوض بکنم، یک انقلاب بر خودم به وجود بیارم. این پس از خود اگر انسان شروع بکنه، بله، از جامعه خود شروع بکنه، قطعا مشکل در اون جامعه نخواهد بود. بله. حالا اگر مشکلات هم هست کمتر خواهد بود، بالاخره هر کسی هر جامعه دچار مشکل هست. بله بله. اما خب به این مقدار که امروز متاسفانه در جامعه ما هست نخواهد بود اگر ما از خود ما شروع بکنیم. یه حقیقت همون تکامل هم گفته میشه، درست است خانم فتی؟ مثلا بسیار وقتا هست که انسان ها در یک مسیری که حرکت میکنن به همین مسیر دم قسم میرن، این دیگه مهم نیست برشان که آیا ما در این مسیر که میریم آیا باید تغییر ایجاد کنیم، آیا باید موفقیت های کسب کنیم، آیا باید به طرف رشد بریم یا نریم، به اون مسیر میریم. به اون که دیگه تکامل گفته نمیشه، یا ای که تغییر ایجاد نمیشه، یا ای که موفقیت ها کسب نمیشه، پذیرش و تغییر ایجاد نمیشه. ولی وقتی که یک انسان با خود بگه که من خلق شدم که به سمت تکامل پیش برم، به سمتی که من باید روز به روز پیشرفت، یعنی از روز قبلم باید پیشرفتایم زیادتر باشه، رشدم زیادتر باشه، وقتی به این منها به این طریق مثلا فکر کنن و به این طریق زندگی کنن، 100% میتونن بسیاری از مسائل های درونی خودشان را پیدا کنن، بسیاری از مشکلاتی که در وجود خودشان یا در خانوادهشان یا در جامعهشان است اونا را پیدا کنن و کم کم رفع کنن، و در حقیقت وقتی اونا را رفع کنن دیگه سختی ها و مشکلات هم کم 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 خودش همزمان با اون رشدی که ایجاد میکنه اونا را میتونن حل کنن. بله، متاسفانه در وجود انسان تنبلی نهفته است. بله. این یک خصیصه شاید بعدی که در ما انسان ها وجود داره، همین تنبلی، فراموشی تنبلی، اینها چیزایی است که در وجود ما هست. خب ما نگاه میکنیم به جوامع دیگر که تنبل نیستن، ما از این خانواده شروع بکنیم ببینیم که چقدر این بچه های ما مثلا به طرف درس، به طرف این که مثلا انسان باشن که کوشش و تلاش بکنن. بله. بالاخره کوشش کردن، تلاش کردن، درس خوندن سختی های برای خودش داره. بله. اما در طول زمان آسایش هم در پی دارد. درست. اگر ما به جهل خود ما بمانیم و تنبلی کرده بریم و این جهل خود ما را از بین نبریم و عادت میکنیم دیگه، دیگران باید بر ما تصمیم بگیرن. بله. و ما بر اساس عمل اونها رفتار کنیم، دستورات اونها عمل بکنیم. بله. و وقت سازگار نیست با بسیاری از خواسته های ما مشکل ایجاد میشه. بله. پس شروع مطلب این است که تغییر رو از خود ما ایجاد بکنیم، ضعفای خود ما رو شناسایی. بله. بکنیم. وقتی اینها رو برطرف کردیم، کاستی ها به طرف تکامل پیش میره. بله. و اون وقت است که مصائب و مشکلات در جامعه نیست. درست. در یک روایت بسیار گرانقدر از امام سجاد علیه السلام داریم که گناهان را برمی‌شماره، که چی گناهان باعث میشه که نعمتهای ما تبدیل به بلاها بشه. نعمتها تبدیل به بلا شه. بله. و فکر کن دیگه چی یک مصیبت بزرگ باشه در زندگی. بله. خب ما گفتیم ما چون مسئله ما خانه محور است، ما ببینیم در خانواده ما به حد توان خودم به سهم خودم چقدر میتونم ظلم به خانواده میکنم. 4 دقیقه فرصت داریم خانم عفتی. بله. پس امام سجاد علیه السلام اینجا میفرماید که نعمتها را برخی از گناهان تغییر میده. بله. یکی از اونها ظلم است. و حالا شاید جامعه ما کم مرد سالاری است. بله. مرد خانواده ببینه که مثلا چه ظلمایی در حق زن خانواده، فرزندان خانواده. بله. کرده است. ما اینها را خرد نشماریم، بویم که به چشم نمیه، اما همین چیزهای ریزه، همین گناهانه که هیچ داریم در روایت که حضرت رسول فرمودن که هیچ گناه را ما ریزه
نشماریم. همه گناهان مثقال ذره‌تان، یعنی ذره ذره حساب میشه، ذره ذره حساب میشه. خب اگر امروز من به عنوان یک کسی هستم که مثلا قدرت در دستم است و در زیر دستم به همین نسبت ظلم کردم، بله، و خب ایرا گسترش بدیم به جامعه، کسانی که در رأس قدرت هستن، حالا این اقتصاد به دستش است، فرهنگ یک جامعه به دستش است، سیاست یک جامعه به دستش است، خب هر کس به نسبت خودش اگر گناه بکند، خب باعث میشه که اون نعمت که خداوند در اختیار ما قرار داده تغییر بکنه و مشکل آفرینی در جامعه باشد. اون مسئله مهم است که ما برای اون مشکل چه کار بکنیم. بله. و قرآن مجید اینجا ما راهنمایی میکنه که تغییر را از خودتان شروع بکنیم. پس بنابراین اراده الهی در همه امور زندگی ما نقش داره. بله. خداوند به عنوان خالق ما میپذیریم. اما خداوند نسبت به ظلمی که در یک جامعه میشه، نسبت به مشکلاتی که در یک جامعه به وجود آمده راضی نیست. بله. و میگوید در جای جای از قرآن که من کوچکترین ظلم روا نمیدارم. بله. اما اون چیزی که به وجود آمده به دست خود انسان است. حالا ما ببینیم که این مشکل را ما در خانواده ما به وجود آوردیم، برای خود ما به وجود آوردیم، برای خانواده ما یا برای جامعه یا برای جامعه ما. اگر مشکل به وجود آمد، راهکارش چیست؟ راهکارش این است که خداوند باز هم در اختیار ما قرار داده است که تغییر را از خودتان شروع کنید. و اگر خدای نکرده اخلاق بده هست، کوتاهی هست در خانواده که انسان اگر انجام نده مشکل به وجود میاد، از خود تغییر را شروع بکن. یا در جامعه به همون نسبتی که مسئولیت داری میتوانی مشکل را حل بکنی و اون تغییر را به وجود بیاری. بله، خیلی تشکر میکنیم از صحبت‌های بسیار خوبتان، استفاده بردیم، لطف کردین. انشالله با در هفته آینده ادامه مباحث را در این زمینه همراه شما خواهیم داشت. خب عزیزان بیننده، بسیار زیاد تشکر و سپاسگزار هستیم از حضور گرم شما عزیزان. هم امیدوار هستیم که هر روز یک برنامه ریزی دقیق داشته باشین و تایم برنامه را متوجه باشین و بیننده برنامه روشنا باشین. از حضور گرم همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم و امیدوار هستیم که زندگیتان پر از موفقیت ها، خوشبختی ها و خوبی ها باشه. لحظات ملکوتی از آن به وقت کابل هم نزدیک هست. آرزو میکنم که بهترین لحظات نصیب یک یک شما عزیزان باشه. خدا نگهدار. صلوات الله سلام الله.